سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان شما. تشکر که برای ما فرصت دادین. بفرمایید. جناب جاوید، اعمال محدودیت جهت برگزاری مراسم های عاشورا از سوی طالبان تا چه حد جدی و نگران کننده هستش؟ بله، خب طالب یک گروهی است که پشتوانه بعضی از کشورها در قدرت رسید در افغانستان، مشروعیت مردمی و همچنین مشروعیت بین المللی ندارن. نظر از ما طالب یک گروه تروریستی است که تا هنوز روی مردم افغانستان مسلط شده. متاسفانه من وضعیت افغانستان خیلی خوب نمیبینم با این روی کرده که اینا پیش روی خود داره. قبلا هم طالب گفته میشد که یک حکومت افراطی تقومی است و حتی با این وضعیتی که پیش آمده گفته میتونم خیلی واضح که طالبا یک حکومت نامشروع تک قومی و تک مذهبی است. از نظر از ما نیست که طالب این وضعیت را میخواهد به مراتب سختتر بسازه، چون اینا باورشان هم نیست که فقط باید همو قوم اونا باشه و مذهب اونا باشه و کسی دیگر را نمیگذاره و داره همه را از حذف کرده. برای امزی آینده خوب رو من پیشنهاد نمی کنم و من نگران از یعوز هستم. رازیم از جامعه جهانی و همچنین دنیای تشیع این موضوع رو جدی بگیره و از وضعیتی که در افغانستان پیش آمده مقدار نگران باشن فکر می کنم. بله، برای اون بفرمایید که ادامه محدودیت های روزافزون مذهبی در افغانستان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ خب تجربه که ما در افغانستان داشتیم تا این 100 سال گذشته، حداقل شیعه هزارها در افغانستان تحت فشار بودن از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی و نتیجه اون همه فشار منجر به این شد که در افغانستان یک جنگ سراسری داخلی به وجود بیاید و این جنگ تقریبا 40 سال 50 سال ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه داره. حذف یک قوم یا حذف یک مذهب از دایره حکومت و نظام رای حل نیست و نظر ما است که در صورتی که اینا همچنین فعالیت‌های افراطگرانه یا مثلا حذف یک قوم را یا مذهبشان را ادامه بدن، یک روز اینا منجر به یک جنگ داخلی بسیار خطرناک دیگه خود روبرو شدن که پاسخگو از اینا شاید طالب هم شده نتانن، چون فعلا تصمیم برازی است که خب افغانستان جنگ زیاد شده و تلاش پذیشت که از طریق گفتگوهای مسلط آمیز بیتنن مثلا روی یک تفاهم سیاسی یا اجتماعی برسن، ولی متاسفانه هر تمام کشورها همه تلاش بزی دارن که خب این مشکل را حل بکنن با طالب و طالب آمده یه بری کار نیست. ما با این وضعیت که اینا پیش روی آورده و کج اجباری که اینا دارن، محدودیت‌های فعالیت‌های مذهبی که دارن، اشغال سرزمینی مثلا در شمال افغانستان، همه از اینا بیانگر از ایست که یک روز اینا مردم افغانستان را با یک جنگ داخلی بسیار خطرناک روبرو خواهد کردن که متاسفانه برای هیچ کس خوب نخواهد بود. ولی آنچه که ما میدانیم ایست که خب مردم افغانستان در قالب مذهب بسیار جدی هستن و به این سادگی نمیتونن مذهب را از درون مردم افغانستان برداره. بنابراین طالبا باید متوجه ازی باشن که بازی با مذهب مردم، بازی با قوم مردم، بازی با سرزمین مردم در نفع اونا نیست و دیر یا زود مردم دست به اسلحه برده با اینا جنگ. ممنونم از شما. سلطان علی جاوید از آلمان با ما بودند.